بیشتر صحبت میکنیم در این مورد با مهمانانم اسدالله ولوالجی آگاه امور نظامی که در استودیو با ما هستند و شیر خوستی والی پیشین غزنی که از امریکا با ما هستند. مهمانان عزیز به برنامه ما خوش آمدید. آقای خوستی، در آغاز میخوایم از شما بپرسیم که از دید شما پس از اینکه امریکا اعلام کرد که 11 سپتامبر را به خاطر خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، چرا حالا ناتو تلاش دارد تا پیشتر از سپتامبر از افغانستان بیرون شود؟ تشکر. با عرض سلام به شما و به بینندگان محترم تلویزیون تولو و مهمان گرامی. امریکا خوب لیدرشپ جنگ از روز اول به عهده داشت و حالی که اونا میخوان و تمام ممالک ناتو کلشان بیازان خسته شدن، فقط میخواستن بشنون که ما از افغانستان ببریم. اونا پیش از ای که 11 سپتامبر بیاید، اونا میخواهند که من جنگ خود در افغانستان خاتمه پیدا کنم و برم به طرف وطن خود. این یک دلیل عمده ایش است. و دوم، اونا به این فکر هستند که حتما اگر امریکا در سیاست خود میخواد تا 11 سپتامبر پیش از او کم تغییر خاصی دیگه باشه، شاید باز اینا هم تجدید نظر کنند. فعلا اونا هم یک تاریخ تخمینی دارن، قسمی که امریکا هم یا تاریخ تخمینی را گفتن، ولی مانع زیر نداره که حتما این تاریخ ها موثق باشه و یا به این عمل شود. درست، ممنونتون. آقای ولوالجی، در چنین شرایط خروج ناتو و امریکا هر دور از افغانستان، شما چگونه میبینین؟ وضعیت افغانستان را پس از او چگونه میبینین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خب ارتباط داره با مسائل صلح یا مسائل سیاسی. حال ما در ترکیه جلسه داری مجلسی که اگر برگزار شوه ببینیم که در اوجا چی تغییری وارد بشه، هم در عرصه سیاسی و هم در هر عرصه که به شکل منطقی و جهانی. فعلا پیشگوی شده نمیتونه بوده ای پنج ما وقتی که امریکایی هم میبراین، ما بسیار ضرورت داریم این ارتش ما، قوات های امنیتی ما به حمایت هم مالی هم لوجستیکی و هم این ما قوای هوایی که بتانه وظیفه به شکل درست انجام بده، یا توپچی یا قوات زیرهی دار، یا که به حساب استخباراتی ما به او حدی نیستیم که بتانیم به تنهای خود دفاع بکنیم از وطن ما. و دیگه یکانه در عوامل دیگر، در پهلوی دیگه عوامل، این خودفریبی بسیار بد است و این خودشیفتگی که ما میتونیم دفاع بکنیم. ما نه، پیش از اینکه گپا را بزنیم اول ببینیم ما فعلا در داخل خود دولتمون نظریات مشترک نداریم. وقتی که نداریم چطور ادعا میکنیم که ما میتونیم که جنگ ببریم یا که از افغانستان دفاع کنیم؟ وقتی که روسا خارج میشد از افغانستان تقریبا ده ماه یک سال پیش، اینا یک غنده کشیدن از بالای سرباز دیگه غنده کشیدن و مرور زمان تا ای که اینا خارج شوند، دکتر نجیب تمام قوت هایی که در این نقاط دوردست قرار داشت، حتی در بامیان، حتی در کنر، در کجا، اینا رو همه گیره انتقال داد به موازی که بتونن از او دفاع بکنن. این هر قدر از به حساب نظامی هر قدر قوت و پراغنده باشه هم قدر زود از بین میره. حالا اگر در چون این شرایط نیروهای خارجی افغانستان را ترک میکنن، فکر میکنن نیروهای امنیتی افغانستان به تنهایی میتونن تمامی بار دوش این جنگ را بکشن و تامین امنیت بر مردم بکنن؟ و فعلا نمیتونن. قوت های امریکایی هم وجود داره، نوتا هم وجود داره، این حالی باید همی چی را پیدا بکنن، بسنجن و مشوره بکنن و خود اول محکمه وضعیت میگن. وقتی که محکمه وضعیت میگه اول خود محکمه بکنن، با دشمن خود تمام احتمالات در نظر بگیرن. این سه گپیست که میتونه که مفید واقع شود. من نمیدونم که تو بایل حالی کار را که یا کردن یا نی. ممنون جان. آقای خوستی، مسئله ای که مطرح میشه کمک نیروهای خارجی امریکا بر افغانستان هست، بخصوصا به نیروهای امنیتی افغانستان که وابستگی ایجاد کرده و نیاز هست. اگر نیروهای خارجی در تاریخ های احتمالی که دادن افغانستان را ترک میکنن، آیا این کمک هایشان قطع خواهد شد یا کاهش پیدا خواهد کرد؟ نه خیر، ناتو و شمال ایالات متحده آمریکا
اونا تخصیصی که برای بودجه افغانستان مخصوص برای بودجه وزارت دفاع و قوات های امنیتی دیگر در افغانستان در حدود 4.5 میلیون دلار ببخشید 4.5 بیلیون دلار و امرایشان کمک وعده کردن و کمک طبق قرارداد امرایشان جاری می داشته باشد. برای فایده روز هم وقتی دانالد ترامپ رئیس جمهور بود 600 میلیون دلار هم به کمک های اقتصادی دیگه افغانستان برای پروژه ها بود که 300 میلیون دلار در وقت داده بود و 300 میلیون دلار دیروز تونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هم به کانگرس و به سنا مراجعه کرد که پول باقی مانده را هم مصارفش بگیرن و به افغانستان را از طریق USAID و پول هم برای افغانستان دوباره بپردازن، مخصوصا برای شغلگری مثال خانم ها و دخترها مکتب مثال برای شغل و یا برای اختصاص داده شده و هم باز پروژه های دیگه ساختمانی است که برای هم میخواهند که پروژه ها را دوباره تمیل کنن و به اصطلاح اونه که نیم کلم مانده و باید پوره شوه و یه یک چیزی است که نه تنها که امریکا بلکه تمام ممالک ناتو هم این قرارداد با افغانستان دارن و کمک ها را جاری می داشته باشند. حتی اگر رژیم یا نظام در افغانستان هم بدل شد به ترم سال اگر طالب ها خود را بگیرن و باز هم امرایشان کرده که ما کمک ها را شما جاری می داشتیم مشروط به اینکه جنگ کم باشه و یا جنگ بیخی خاتمه پیدا کنه و شما هم او کارای یا با طبق وعده و طبق قرارداد سال گذشته با او باید عمل شود. این باز شرایط هست که ولی اگر چیزی که مشکل در مسائل ترکیه آمد و این بود که امریکا تاریخ گذاشت و طالبا فهمیدن که اونا تاریخ به تعویق انداختن. حتی طالبا گفتن که او تخطی بود که او امرای مواده از اینا بود پیمان ما می بود ولی حالا اونا باز هم میگن که پروا نداره اگر 4 یا 5 ماه دیگه معطل شود به شرطی که امریکا از افغانستان تمرای عساکر خود و تمام نیروهای ناتو از افغانستان خارج شود. این یکی بود و دوم اونا میگن که آره فعلا ما قدر مشکل هم نداریم به این تاریخی که به ترکیه بود اصلا طالبا با اونا رو زرات هم پیدا نمیکنم و خاطر که اونا گفتم خوش شما وقت زیاد میخواست ما براتون وقت میدیم دیگه اضافه از این ما چیز نداریم که با حکومت افغانستان ما خودم مذاکرات خاص داشته باشیم. بنابراین بهتر است که یک کم وقت ما وقت بگیریم دوباره اونا رفتن طرف اسلام آباد و خلیزاد هم درست. دوباره پس به امریکا بومد. درست. آقای ولولجی اگر طالبان به زودترین فرصت از خود انعطاف نشان ندهند به نشست حاضر نشن یا خشونت ها چند برابر شوه فکر میکنین که در چنین شرایط نیروهای خارجی تصمیمشان را تغییر خواهد داد امریکا برای خروج این نیروها؟ فعلا بیشتر سازی کده رایستن زمین سازی میکنن فعلا جنرال های خود امریکا اونا راضی نیستن که قواتشون از افغانستان خارج شود سناتورها و جمهوری خواه اکثرا نمیخواین که قواتها از افغانستان خارج شود و یک ببینین عجیب است جمهوری دموکراتیک آلمان و حتی که در پارلمان یک سال بودجه را داد به چویش عسکروش که در افغانستان و کشور دیگه هم هست این چطور؟ ولی او قدر تیز است که از نوتو از امریکا را کده پیشتر آلمانی از جو برای هست و حتی که سر ازی هم صحبت بگم که تجهیزات خود چطور بکشیم و اگر نتونیم نابود کنیم طالبان نگیره تو طالبان نگیره بود برای حکومت بتین تسلیم کنیم بعد از هر طرفی که میرین برین و دیگه از لحاظ اقتصادی هم اگر در جای ما این سنجش بکنیم یک افسر یا یک سرباز امریکایی که در افغانستان جنگ میکنه برابر شاید 100 سرباز افغانی مصرفش باشه نه این ولی ما همی پولی را که به سربازای خودش و هم ناتو و هم امریکا خرج میکنن همی مقدار پول بتن برای افغانستان یک 20% بتن 20% از لحاظ مالی و ارتش میتونه که تا یک حدی خود سازمان بتن از لحاظ اقتصادی مطمئن شود
یکی بسیار گپی از ساده ترین گپی نمی هست که باید کار بکنه امریکایی و ناتو کار بکنن هر کشوری که جمع می برایه حتی که ابزار جنگیشون برن برای افغان ها چه فکر میکنین ابزار جنگیشون را با توجه به توافق هم که داشتن یا که نیروهای امنیتی افغانستان را در قسمت جنگ افزار تسلیحات کمک میکنن آیا این کار را خواهند کرد؟ دور دیگه که به جنگ عراق شروع شد تمام وسایت زرهی خود جنگی خود هم ایره به پاکستان دادن به افغانستان چیز نموندن که رفتن نه این حالی این گپ این قدر ساده هم نیست که ما فکر بکنیم که جنگ یا که طالب ها بیاین و کلن به شکل اینی که تمام افغانستان یک نیرو یک قوت که طالب باشه افغانستان اداره بکنن این هم امکان نداره و این کشورهای همسایه و نه ناتو هیچ کشوری نمیخواد که طالبان با تنهایی به قدرت بگیره در افغانستان و این خصوصا امارت اسلامی را ایجاد بکنه از لحاظ سیاسی بسیار مهم است برای ما این حال وقت دیگه که میگیم ما آمادگی باید بگیریم باید ریاست جمهوری رهبری دولت باید تمام بسترها را ایجاد بکنه از کسایی که فضلا معتقد به جمهوریت هستند کسایی که نمیخواهند یک نظامی بیاد درجه که باز دوباره مو نظامی اماراتی درجه تمثیل شود اینیا را جمع بکنن این خود نمیشه که دو تا معاون صاحبه و یکی رئیس به جمهور درجه بشینه فیصله بکنه و حتی که ما خود برنامه سال درجه ببینیم که چقدر میلنگه اینا با توافق نمیرسن در این مدت که اصلا اینا نتونستن طرح مشخص را بتن برای کنفرانس ترکیه این حال و دیگه این طرف قطر فعلا میزبان طالبان هست و قطر وقتی که از طرف عربستان اینا این تحریم شد برای قطر ایران ترکیه و روسیه کمک کرد برایشان که خب باز بعضی 120 میلیون دلار چقدر که برای ترامپ داد و پس او تحریم از بین رفت این حال وقتی که پاکستان نخواهد وقتی که قطر نخواهد وقتی ترکیه نخواهد ایران نخواهد این کشورها نخواهد باز یک امیدواری بسیار بزرگ پیدا میشه برای مردم افغانستان برای و دیگه طالبا این اتاب نشان میتن ولی طالبا خود نمیتونه بدون پشتیبانی کشورها یا که پشتیبانی مالی هنوز این بسیار منابع عایداتی افغانستان در دست گرفتن مدن یا دیگه این کفایت نمیکنه برای از اینکه یک جنگ طولانی را اینا بتونن پیش ببرن اونا هم مشکلات خود داره طالب ها ممنون چون آقای خوستی پیشنهاد شما چه هست اصلا در چنین شرایطی که از یک طرف نیروهای خارجی مطابق تاریخ احتمالی خروج شاید افغانستان را ترک کنن از طرف دیگر طالبان رفتن به پاکستان که میخواین مشوره کنن از طرف دیگر در داخل کشور نظریات و طرحهای متفاوت مطرح میشه در چون این شرایط چه باید شد؟ کاش که یه رای حل بسیار آسان می بود اگر می بود این جنگ اصلا نمی بود و این مشکلات بار نمی آمد ولی چندین مشکل ها بین آمد و یکی از این بود که نیروهای امریکا بنسا و اوار که به افغانستان آمدند این مشکلات اونا دیدن و حکومت را که اونا به میان آوردن حکومتی بود که ظرفیت زیر نداشت که تمام مشکلات داخلی افغانستان از هم سیاسی و هم اقتصادی و هم نقطه نظر نظامی اونا بتانن مثلا تهیه کنن رو با امریکا هم درگیر جنگ بود و در این وقت مشکلات دیگه بود از قبیل کوریای شمالی و ایران این مسائل بود که اونا قوای ضربی رو می ساختن حالا سرشا کار میکنن امریکا توجه خود در اون طرف هم بود و داخل توجه امریکا به طرف چین شد و خاطر یک قدرت دیگه بود که از نقطه نظر اقتصاد که اونا هم یک حراس بسیار داره و از همچنین از نقطه نظر تکنولوژی این چیزی است که امریکا امروز حتی حراسش زیادتر است امروز امریکا از القاعده از طالب قدر حراس نداره مثل که آلی از چین داره به خاطر که سیاست هم پیسه است و هم حفظ امنیت خود امریکا است و یه چیز است که اونا حراس زیادتر امروز از چین دارن نه از جنگ افغانستان و یا از کدام مشکل دیگه در شرق میانه این مشکلات است که به عقیده ما بالاخره وادار امریکا را به یه وادار ساختی افغانی که حتما باید از افغانستان ترک کنه به خاطر از اینکه یک محبوبیت جنگ در امریکا نیست بیخی حتی بیخی گم شد
پس نام افغانستان فقط میشنوند که خوش خوش میشن که بایدن اعلام میکنند که افغانستان را ترک میکنند، به یه چکچک میکنند. بله، بعضی از نقطه نظری که ما میگیم قوای عسکری امریکا اونا نمیخواین برند، به خاطر اینکه چیز بسیار معمول است، عسکر نمیخواد که عسکر اگر خانه به امریکا دوباره چی کنه، قرار مجبور است فقط نام خوره بیشن و تربیه شده به خاطر جنگ. اونا میخواین که ماشین جنگی خود تازه بسازن و هم عملیات اجرا کنن و به اسلام ما شما افغانی بگویم پرکتس کنن، و اونا نمیخواین که جنگ هستن خاتمه پیدا کنن، و هم میگن که اگر سبا مشکل القاعده زیاد میشه، دوباره زنده میشه و گروه های نو میسازه، باز برای ما مشکل است. ولی کلانترین مشکل در قوای نظامی هم نیست، قوای امنیتی است، انتلیجنس که میگیم یا سی آی ای. اونا نمیخواین که افغانستان رو ترک کنن، به خاطر اینکه نه تنها افغانستان است که اونا میخواد معلومات ذکی را جمع کنن، و دوم ایران است و کره شمالی است و ممالک همجوار حتی روسیه. در این منطقه استراتژیک به افغانستان است که اونا نمیخواین این منطقه را ترک کنند، بخاطر که بهترین جای است که برای اونا معلومات جمع میکنند، و این معلومات هر قدر معلومات زیاد باشه اما قدر دست از یا بلندتر است. درست. آقای ولوالجی، از لحاظ نظامی و نفوذ نظامی بر بعض از کشورها، فکر میکنین که امریکا بخواه که واقعا به صورت کامل افغانستان را ترک بکنه و در کناری مثلا نیروهای ناتو همچنان؟ یکانو موضوع که راستش امریکا و ناتو تقریبا اضافه از 100,000 نیرو خود تمرکز داده بوده سر ازاد اوکراین روسیه، اینا اول پس عقب نشینی میکنن. این مشکل رفع شد، این روسیه این اتاق نشان داد و میتونن که باز در مسئول سلی افغانستان هم مثبت فکر بکنه و مثبت عمل بکنه به شکلی که است. موضوع چین اینو لطف کرده؟ این سیاست ترامپ است که امریکا را از لحاظ اقتصادی پایین آورده. ترامپ فرست امریکا گفته اول امریکا تمام چیزهای اقتصادیش از افریقا کشید. چین جای امریکا را گرفت، 260 میلیارد دلار در افریقا سرمایه گذاری کرده، 250 چقدر نیاد چی داره در اوجه. این حال چی رقمی پس میره امریکایی او را پس میگیره و باز خود و دیگه زیربین های نظامی و زیربین های اقتصادی شد فعلا 3 تریلیون دلار تقریبا امریکا اقتصاد داده جو بایدن. یک گفت بسیار خوب است در حالی که شمال افریقا امریکا در شمال شرق امریکا هنوز هم امو خطوط ریلی که بعد از جنگ دوم جهانی ساخته شده این امو فعال است، و هنوز هم امو فابریکا در وجه است که هیچ بازسازی نشده. این در 3 تریلیون یا 2.5 تریلیون دلار به او ضرورت. این در حال است که در هر سال چینایی ها یک جزیره چی میسازند، این یک تمرکز نیروهای خودش است. اول سه تا کشتی تیرباردار ساخته چین، از لحاظ اقتصادی چین خود جو بایدن اعتراف کرد که بله ما در این عرصه چین از ما پیش رفته، ما باید جای چین را بگیریم بعد از اون ما گپ اول بزنیم. این گپ ها در این منطقه کوچکی مثل افغانستان من نمیفهمم که سر چه رقمی حساب قدر تمرکز چقدر بالای وضعیت افغانستان، بالای روند صلح افغانستان، همه این مواردی که شما اشاره کرده این در مورد چین، در مورد روسیه تاثیرگذار است؟ بسیار بسیار. ولی خود منطقه از لحاظ جغرافی چین است، روسیه است، هند است، پاکستان است، ایران است و بالاخره ترکیه است دیجا که اینا مهم هستند زیاد. این اول دیجا خود و دیگه با آمدن آقای جو بایدن روابط امریکا با ناتو خوب شد، با اروپا خوب شد. این یک گپ مثبت است برای امریکا. این اول دیجا شما ببینید که ترکیه این حال ابتکارات را که باید انجام بده، فعلا روابط ترکیه قطع روسیه مقدر خوب نیست، پس به طرف امریکایی شدن قدم گذاشته، و دیگه روابط ترکیه با پاکستان بسیار خوب است. این حال در وقتی که ما این گفه میزنیم روابط هند با پاکستان این حیاتی تر است از هم مگی در اینجا اینا چی میکنن؟ پس باید سو بینه کلش باید احتمالا سنجیده شود، دولتی بایی را بسنجه بفهمه که در اینجا یه پود چه رقمی پیش می روی که یه عیار بسازه سیاست خوده. بسیار خوب. آقای خوستی، با توجه به تصمیم که ناتو و امریکا گرفته برای بیرون شدن از افغانستان و تاریخ هایی را اعلام کردن، فکر میکنین که
در رابطه به آمدن صلح در افغانستان همی کشورها تصمیم را دارن یا به نو بگوییم یک اجماع منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در مورد آمدن صلح در افغانستان وجود داره؟ اجماع هست تمام ممالک ناتو و ممالک همجوار رو نمیخواهند که افغانستان آرام شد. آرامی افغانستان بر از هم یک آرامی است و میخواهند تجارت کنند با افغانستان و نه تنها از راه افغانستان به ممالک دیگر اونا تجارت کنند. اونا در اجماع هستن. مشکل ما اجماعی که داریم، ما اجماع داخلی در افغانستان داریم. هر وقت که آیت رهبری به اصطلاح شورای عالی صلح و حکومت افغانستان به دوحه رفتن خلاف نظر داشتن و اما طرز عملی که اونا پیش میکنن به اصطلاح نواقص پیدا میکنن، نه تنها که نواقص از طرف اونا برزنا پیدا میشه سوالات، ولی عمده سوالات که پیدا میشه بین خود از احزاب مختلف در افغانستان به اصطلاح حکومت و سیاسیون یا اینا اصلا به یک زبان اینا نیستند. اونا هر طرز عملی که جور میکنن، به طور مثال جناب دکتر صاحب اشرف غنی یک پروپوزال جور کرده بود که او را میخواست به ترکیه اگر اشتراک نکرد او را خودش به سه فیز فکر میکنم ساخته که سه یا چهار ماده است او را باید که افغانستان چطور شد مثلا انتخابات شافلانی شافلانی شود. ولی دکتر صاحب عبدالله هم یک کتابچه دیگه که او هم یک نوتای بر خود داره و همچنان تمام سیاسیون و هر کس بیره به صورت مستقیم اگر جیب هر کس یک کتابچه است وقتی که به ترکیه میره کلش ها میخواد که او را به حضور ناتو و ایالات متحده آمریکا بخوانن که یعنی طرز ما یا پروپوزال ما بهتر است. این یک چیز واضح نشان میده که خود سران حکومت و سران سیاسیون و شورای عالی صلح اینا اصلا بین خود به یک زبان نیستن. پس رای حل چیست؟ واحد خب عرض کنم که اگر رای حل اونا میخواهیم ما میتونیم از خود شروع کنیم. باور کنیم وقتی که از خود شروع کردیم مشکلات ما کم میشه. اگر خانه پاک شوه و خانه به اصطلاح جارو باشه و مشکلات ما در بیرون کم است. ولی اگر خانه چتل بخوره باسن ما هم چتل میپاشه دیگه. هدف میسته که مشکل از خانه است. اگر از خانه اصلاحات شوه، از خانه به اتفاق یک آواز قوی به دنیا صادر شوه، دنیا متوجه میشه که مردم واقعیت میگه و استراتژیشان که ایش ساختن به تمام نظرهای خود تمام اقوام افغانستان و مثال قشرهای مختلف و سیاسون و حکومت و اینا یک چیز واحد میسازن، اما یک چیز قویست میاین و هم دنیا گوش میکنن و هم بر دنیا ثابت میشه که او قدر ملامتی نیست. یعنی هدف ایست که اونا را به این متوجه میسازه که ما میخواییم صلح کنیم، کل ما باید زبان هستیم، اما متاسفانه مشکل ما اوقدر بیرون نیست که ما در داخل افغانستان بین خود مشکل داریم. ممنون. چون آقای ولوالجی رای حل که شما پیشنهاد میکنین چیز خود کوتاه‌تر؟ ما تایید نکنم گفت دوست خدا اول باید خود بسازن اینا ببین مگه منافع مشترک مواضع مشترک به وجود میاره. تا که منافع مشترک نشه مواضع مشترک به وجود نمیاد یا طرح درست به وجود نمیاد. ما پیشترم که عرض کردم ما یک ذره ۱۷۰ گپ زدم باید دکتر صاحب اشرف غنی و رهبری دولت چون گپ ملت و مردم مطرح است، گپ تمام افغانستان مطرح است، در اینجور نباید گپ سر قومیت بندازی سر حزب و دیگه و دیگه و دیگه. همه گیر باید جمع شود، همه گیر جمع شود به یک طرف بمانند، روابط خارجی که دارن اونا را عقب بمانند، باز یک وقت دیوست پیسه از او را بگیرن. ممنون از حضور شما. خدا نجات بتن. ممنون از شما آقای ولوالجی، از شما همچنان آقای خوستی.